واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در پیوند به حمله تروریستی دیروز کابل. امنیت ملی عاملان این حمله را شبکه حقانی و آیسای دانست. رئیس جمهور غنی در واکنش به این حمله حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان و منطقه در تماس با حکومت افغانستان این حمله را محکوم کرد و از حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم اعلان حمایت کردند. رئیس جمهور غنی پس از این حمله در یک پیام تصویری گفت که زمان آن رسیده تا بسیج ملی و اقدامات جدی بر علیه گروه های ضد بشری در افغانستان صورت بگیرد. آقای غنی تأکید کرد که کنون فرصت فیصله مهم ملت فرا رسیده است. برای این فیصله به ملت رجوع خواهد کرد. اما راه حل اساسی برای جلوگیری از چنین حملات تروریستی در کابل و سراسر افغانستان چیست؟ به عنوان سلام به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان مقران مسعود ترشوال، سخنگوی شورای ارشاد ثبات، آقای حشمت غنی احمدزی، تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای احمدزی، شما میبینید که پس از هر حمله اقدامات نمایشی و نمادین از سوی حکومت صورت میگیره. امروز رئیس جمهور حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را صادر کرد و یک پیام تصویری هم شب داشت. اما فکر میکنید که راه حل واقعا امین باشه؟ با عرض سلام به شما، به جناب ترشوال صاحب، به بیننده های محترمتان و به هر عذر و تسلیت به فامیله که پیسه کفن خودم در این ماه رمضان ندارم. اجازه بدین مثلا چند نکته میره، اگه یک دو سه دقیقه اگه وقت آقای ترشوال میگیرم با عذر معذرت بیشتر از چند منبع میره. چرا ای به یک منبع نمیشه؟ ببینید، اول خو چیزی که مردم افغانستان میخوان یا چیزی که رواج است به حالت جنگ در هر جای دیگه دنیا، وقتی که شما به جنگ مواجه هستین باید موقف تن محکم کنید. یا دشمنتان است یا دوستتان است. اینطور نمیشه که هر روز ده 16 سال تغییر کرده میره. مسئله دوم است که ارتباطات پرسنل افغانستان چی سیاسی چی امنیتی و اینا کت دیگه دنیا باید واضح شد کدام از اینا و کدام لین هستند. امروز اگه ما وابسته به دنیای غربی و به ناتو استیم و به عین فرمول، خب باید وکیل شورای ما، رهبر سیاسی ما، گروپ امنیتی ما کلش به مو عیار باشه و ایره باید فیصله کنیم. اینطور نمیشه که مسئله سیوم مسئله درزنداختن اشخاص سیاسی ماست. تا باله درزنداختن چرا؟ من شروع میکنم. شما اگر می صفحه فیسبوک رو ببینین، جوان ازاره ما تو فکر میکنه که مناطق پشتون نشین ساتش تیر است، اونه چون دنه به نام پشتون اینجا رئیس جمهور است، وزارت اینا. بین بردن امروز یک حقیقت بسیار ساده، همه لوگر ولایت رئیس جمهور است، رئیس امنیت شام از لوگر است، وزیر انکشاف دهات شام از اوگر است، وزیر زراعت شام. این باور میکنن که اوشون از زمین رئیس جمهورم طالب امروز جمع میکنن؟ چرا؟ و میگن فینال من یه جوان ازارگیر چی رقم قناعت بتم که برادر بیا بیبی وز پکچای ما وز اوگر. یا امو از تاجیک ما همین پنچهره تا برد همین بیترین جایگاه قدرت تا مثال میتونم. صد فامیل از این پیسه دار است، هزار دیگه شمرمشون من میشناسم که نان خوردن خود ندارم. امیاله بیا برو دمی سر عدیره ببین سر قبر پنچهری آمده 40 نفر خانه ساختن. اینا مرم جنگ انداختن ما به می فرمول روان است نی؟ میم در چیز اینا میم در امریکا به نام برق و روشنایی و اینا مظاهره میکنیم، باز میم جملات ما تبعیض است. این جوان مرام با یکی دیگه برابر کردن است. پس چرا به امنیت ارتباط داره؟ اگه امنیت وجود میداشت این یکی دیگه خودم میدید. امروز جوان تخار ترشوال سب به ما منطقه اید. شما برین به جاده میوان به کوچه وزیر سابق اینا یک 3000 جوان تخاری است. من نمیفهمم که اینا 3000 افغانی ما نمیتونن تخار روان کنن. یا غلط میگم ترشوال سب؟ مرم امروز یا هر قشل یا پشتون جلال آباد اگه ببینی او میگه که اونا پنشیری خورد نه، یا او میگه که مرمی از کجا منبع میگیره؟
منبعش پس از یک قشر رهبریت سیاسی میگیره، اگر کرزی سیبس، اگر دگراست، یا هر کدامش هست، که اینا منافع شخصی خوده. سیاست چی ره میگه اصلا؟ بین یک چیز نو ما آوردیم به نام دموکراسی در ملک جان. منم سیاست یعنی چی؟ سیاست خود میگه من یه اجندا دارم مکمل، اینی هم اجندای مکمل ما، به اینی اساس میام حکومت یا قدرت میگیرم که اینی چیزها را بجا کنم. اما چرا آقای احمدزاده شما عمله دیروز دیدین که اجازه بدین میارمش پس دلیلی که این همه آسیب پذیری وجود دارد؟ امیر اجازه بدین که من یک دفعه گپ ما چرچن آسیب پذیری ما از یک نقطه شروع نمیشه. رهبرای جهادی ما امروز استاد سیاف سندس خدا حیات رو دراز بدش، حکمت یار سب تازه آمده، حضرت سب 95 ساله آدم است، مرم خب باز هست به چیز اینا، امی حضرت سب و حکمت یار به شورای امانگی یک جای نبودن، رئیس شورای امانگی حضرت سب نبود، اما همره را که از چاراسی ها حکمت یار میکد که فرش سر کابل شوه، رئیس از همون شورا حضرت سب نبود. امروز با آمدن حکمتیار نتانسته همی سیتا هم حداقل مسئله جهادی را هم یک جایی کنن. این چرا؟ من چی توقع دارم؟ به ایسی کسی که بمو صف بسته است، امروز جوان ما به نام در اون وقت به جنگ انداختنش به نام حزب اسلامی و اتحاد و دیگه و اینا، امروز باید نسل دیگهش هم بمو رقم به جنگ بفته. از نگاه سکتور چپ ما، در چپ ما کلش دوز نبود، اون مسئله خدایش خدا میفهمه و آخرتش پاکش خوب بود. امروز کدام حلقهش جمع کردین که پاکش خوش کرده بتانه؟ یا بیکفایت ترین آدمش آوردین به نام تعلیم یافته امروز با قدرت، و او هم سر چی میزنه؟ امیالم میزنه، یا سر پرچمی و خلقی بودن خود میزنه، یا سر قومیت بودن خود میزنه، یا سر ارتباطات شخصی خود به یکی دیگه میزنه. ای ایناله که میگن جا مسئله آخریشه که میگم افغانستان امروز شما حداقل نمی کابل 10,000 نفر به نام وی آی پی برای وی آی پی اجتن معذف ساختین، هر کدام نگاه کنه 50-50 نفر و 100 نفر. خب امیر هم اگه میکنین امیر رو برین بر استخبارات ترین کنین، اگه وکیلش هم میتین وزیر و اینایش هم میتین که راپور از این بگیره که اینا کتی کی دست دارن. بینین وضاحت مثل که بیشتر گفتم امنیت و اینا، ایچ امکان نداره که شما یک کانتینر عمری ما در ترانسپورت داده تجارت نشد دامون آدم اینا شما تا کابل برسانین دم بگفانین، این اگر به می تلویزیون هم شما یک کمریش حتما گرفته شده یک سفارت، اگر امنیت بی کفایتی کده باشه خواه یک سفارت به می تلویزیون شما هم اگر پرتین اگر از مردم درخواست کنین که اینمی ترکه با اینمی راننده و اینا دیشو که دیده در کجا بوده جوش در کجا بوده، شما فکر می نمی کنین که ده تا منبعش پیدا میشه. این چطور این امنیت ملی و استخبارات و شورای امنیت مزخرف ما اعلان میکنه در دو ساعت که این را عقانی میکنه؟ راپورش داشتین، یک گپ خنددار دیگه هم چرا امروز دردم کرده شخص این میزونم براتون سانگزه سب میشنه و گپ من دیشب برای من اینا خودش میامد پسان یک نفر رو در روان کرد که گروپ حقانی در فکر باز یک بم برای خودت یا ایست که در فکر عزیز که اگر خودت تا کدنپ کده بتانه که بتانه کرده در مقابلشی خندم گرفته بودم و جوان پرسان کرده میتونه 11 روز پیش برم دیگه خارجی هایی که پس داده 11 روز بعد چی بکر و دوم بخاطرم یاد کردم اگر معامله میکنین معامله به این رقم نمیشه. تشکر آقای احمد. فرق اجازه بدین یک جمله، فرق خون یک افغان تا دیگه افغان نیست. اقانی را هم یک مزاق میکنم که تی ابراهیم در از اینا ای برادرزاده تان تنادمی کلی چیستان برای تان قدر مهم بود روزای گریان تان یادم می آقای ابراهیم مولوی سیب خوب پاود کده حال پت نگاهش میکنی تابقه این نوکری از این پاکستانی ها ازمی یک متیار سیب ازمی استاد سیاف ازمی حضرت سیب تقاضا نمیشه که به 40 سال اینا هم ذره ذره پاکستان کت استخبارات این اشکار به امروز امور خب پر تو برای مردم خو یاد بده که نسل دیگه خب نره نوکری نکننه این حق خب ملت داره سرتان